نگاهی به چند خبر کوتاه. دانشگاه استنفورد دوره جدیدی را درباره اسلام حراسی در آمریکا راه اندازی کرده است. هدف از برگزاری این دوره آموزش چگونگی ظهور اسلام حراسی و کشف مظاهر آن در ایالات متحده آمریکا است تا درک دانشجویان از این موضوع را افزایش دهد و زمینه‌های انجام گفتگو در این زمینه را به وجود بیاورد. منابع محلی گزارش دادند که مسجد و مرکز اسلامی یورک موفق شد جایزه برترین مسجد حامی تازه مسلمانان را به خود اختصاص دهد. بر اساس این گزارش، مسجد یورک که در شهر تانگهول در انگلیس واقع شده، جایزه به نام بهترین حمایت متحول که در مسابقه بهترین مساجد حامی تازه مسلمانان توزیع می شود را به خود اختصاص داد. جایزه سال 2022 میلادی به این مسجد اختصاص یافت زیرا فعالیت ویژه و برجسته‌ای در خصوص زنان تازه مسلمان در یک سال اخیر داشته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید یونان حقوق مسلمانان در این کشور را نقض میکند. وی در این باره گفت اقدامات غیرمنصفانه و غیرقانونی علیه اقلیت مسلمان در یونان به طور فزاینده‌ای ادامه دارد. برادران ما در یونان به رسمیت شناخته نمی شوند و بنیادها و اموال آنها مصادره می شود. دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم نسبت به خطر از دست رفتن رتبه‌های علمی بین المللی ایران هشدار داد. وی با اشاره به عدم اختصاص 4% از تولید ناخالص ملی به بخش پژوهش و فناوری کشور گفت اگر نتوانیم حمایت‌های ویژه مادی و معنوی را از بخش پژوهش انجام دهیم، خطر از دست رفتن رتبه‌های علمی بین‌المللی ایران وجود دارد. حساب کاربری معتقلی الرأی که اخبار مربوط به زندانیان عقیدتی را رصد می کند نوشت فادی ابراهیم الناصر این فعال مجازی به دلیل صحبتهایش درباره بیکاری و حق اشتغال همچنان از نوامبر 2019 تحت بازداشت خودسرانه به سر می برد. فریدام هاوس خانه آزادی که یک سازمان غیر دولتی مستقر در واشنگتن است، عربستان سعودی را به عنوان بدترین کشور در جهان عرب در زمینه آزادی در اینترنت رتبه بندی و تأکید کرده که آزادی اینترنت در این کشور به شدت محدود شده است.